روی یه نقشه کجا یک توده از یه چیزی هست، مثلا کجا ترافیک سنگینه و اگر سنگینه متوسط سرعت توی اون بخش چقدره. مثلا چنین مسئله فکر کنیم، اینطوری میشه حلش کرد، خیلی هم ساده و شیک. چون مثلا شما میخواین توی کل کشور بفهمین که مثلا کیا دارن، چه شرکت هایی دارن با اختلاف زیاد بین مدیر و کارگر مثلا حقوق میدن. اینا رو به راحتی میتوانید اینطوری در بیاریم. به نام خدا، سلام. میخوام یه مسئله رو توی SQL حل کنم و مسئله هم اینه که بفهمیم توی این عددا چه عددی غایب است و کجاها عدد غایب داریم. حالا نمیخوایم دقیقا بفهمیم که چه عددی غایب است، میخوایم بفهمیم که کجاها عدد غایب داریم. مثلا اینجا دلم میخواد که بفهمم بعد از رکورد یک دو تا عدد غایبه، نه یه عدد غایبه چون دو نیست و شده سه، و اینجا دلم میخواد بفهمم که بعد از 9 یه عدد غایبه و دو سه عدد غایبه که 10 و 11 و 12. و این مسئله قراره یه مقدار پیچیده تر هم بشه چون ما اینجا یه چیزی داریم به اسم تکرار هم داریم، ممکنه این اینطوری باشه. و حالا باید بفهمیم که داستان چیه، چطوری باید حلش کنیم. ببینیم، ما کسایی که حالا طراحی الگوریتم اینو کار میکنن میگن خب بابا اینکه کاری نداره که، شما میای شروع میکنیم یه شماری دیگه، یک، بعد میگی دو نیست، بعد سه، یه فور دیگه، یه فور میذاری، دو تا فور تو در تو، میگی که بشمار از یک برو به پایین، اگر اون عدد نبود یعنی نیست، کاری هم نداره که. چرا دو تا فور؟ با یه فور هم میشه پیداش کرد. آی رو میذاری، مساوی اولی میذاری، شروع میکنی میری پایین، کاری هم نداره دیگه. یعنی یه همچین کدی میشه براش نوشت که فور، اینکه آی رو شما میذاری مثلا اولین عددت که یکه، حالا من حساب کنیم، بعد میگی وقتی که آی از ماکسیمومت کمتره آی رو پلاس پلاس کنیم، داخل فورت هم میگی که در واقع چیکار کنم، داخل فورت هم میگی اگر آی مساوی بود با در واقع حالا رکوردی که داری، اگر آی مساوی با رکوردی بود که داری ریتن کن داشت، اگر نبود مساوی با اون رکوردت که مثلا رکورد میشه لیست آی منهای مینیمومت، اگر این نبود شما چیکار کن، شما بیا و در واقع مثلا اتروت لیست کن مثلا چی رو آی. خیلی هم ساده و شیک، یعنی با سه خط شما میتونی برنامه که من گفتم رو بنویسی. مشکلی داره؟ خب اردر برنامه مشخصه، اردرش اینه، اردر سرهایی هم هست، ما تایی مشکلی که ما باید داریم اسکیلی نیست، دیتایی نیست، من باید هیچ کاری نمیتونم بکنم عملا، چون دیتابیس من نمیام رو دیتابیس هم بگم که تو برو حالا نیم ساعت در لوک حساب کن، من دلم میخواد در کچ حسابی حساب بشه، دلم میخواد از چیزای استفاده کنم که اسکیل داره ساخته شده، مثل جوین، مثل سلکت، مثل گروپای، دلم میخواد از اینا استفاده کنم. حالا درسته که بعضیش خیلی سنگین و عجیب غریبن، ولی اسکیل برای این کار ساخته شده و ضمن اینکه من نمیخوام یه بار دیتا رو از دیسک بخونم بعد حساب کتاب کنم، بعد این حافظه داره مصرف میکنه، یعنی این هم داره به اندازه عددهای غایب هم، شما فرض کنید همش که باشه، این هم میشه چیز اندازه ام، من بعد اندازه اون هم دوباره حافظه مصرف کنم که بفهمم چقدر پایین نیست، نمیخوام کار انجام بشه، اینجوری نمیخوام. خب اینجا باش. خب خیلی راه حل احمقانه و ساده است، بهش میگن جزیره یابی ولی هوشمندانه است. این اول اضافه میکنم یه رکورد که خالیه و هیچی نیست، یکم میذارم آخرش، میگم اگر یه سر دسته، یعنی من این جدول رو جوین دادم به خودش، میگم این ستون یه رکورد خالی اولش بره، یه رکورد خالی هم بعدش بره، یه رکورد هیچی، و میگم اگر یکی از طرفین از اینا بود صفر بذار. تا اینجا قضیه حل. اینجا ما موضوع داریم، فرمول چیه؟ فرمول کاملا ساده است. ببین اصلا مسئله حل شده است. شما میگی این ستون، در واقع میگی این ستون منهای این ستونش، و فقط هم اینها، یه منهای یک هم باید بذاری. حالا تا پایین بیا، میبینیم که در واقع چه شد، عالی داره عمل میکنه. حالا یه مشکلی ما اساسا داریم، رکوردهایی که میبینیم اونایی که تکراری بودن کار دست ما دادن، تکراری ها هم خودش رو نشان داد، یعنی اونایی که الان حاصلش شده منفی یک، و این رو الان کاملا داریم میبینیم که آیلندینگ یا جزیره کردن چجوری داره کار میکنه. الان من بخوام سلکت بزنم، کافی سلکتی که میزنم بگم اختلاف، که حالا اسم این ستون ستون در واقع اختلاف باشه،
اختلافش next next value و current value. بگم که در واقع اگر d بزرگتر از صفر بود تو current رو برگردی، خیلی هم تمیز میشه. یعنی شما این برمیگرده، اینم برمیگرده، یعنی این دوتا برمیگرده و تمام، یعنی مثلا حل شده است. همچین دیتا ورودی ما همچین چیزی بعد اینا رو ازش جدا کنیم، یعنی سری ازش جدا کنیم، سریال بمونه، سریال اوردر کنیم، یه سری کارهای دیگه روش بکنیم، یعنی یه پری پروسسینگ هم ما اینجا داریم. اما خود اسکیل به ما اجازه میده که یه دستوری در اسکیل به اسم نکست به ما اجازه میده وقتی که داریم یه جدول رو میگیریم روی یک اوردر خاصی بگیم رکورد بعدی چیه، یعنی توی یه سلکت درش بریم. اما من نسخه اسکیل سرور که الان دارم به جز اینی که روی در واقع همینجا دارمش، به جز این نسخه که الان اینجا دارم، نسخه 2008 دارم روی اون ویندوز استفاده میکنم. روی لینوکس هم نسخه بالاتری دارم که این دستور رو ساپورت میکنه، اما اونجا دیگه این دستور هنوز نوشته نشده توی اسکیل 2008. پس چیکار باید بکنم؟ خیلی ساده گفتم، اینو جوین میزنم رو خودش. اما با چه شرطی جوین میزنم؟ نکته شرط اینه که باید بگم این لیست و این لیست هر دو طبق یک اوردر و طبق یک حالت سورتینگ سورت شدن، یعنی مثلا هر دو صعودی سورت شدن یا هر دو نزولی سورت شدن. و حالا در وضعیت صعودیش اگه بخوام بگم، باید بگم اولین عدد بزرگتر از خود این، یعنی اینطوری میشه دیگه، اولین عدد بزرگتر از کارنت میره تو نکست میشینه، اولین عدد بزرگتر از کارنت میره تو نکست میشینه، اولین عدد بزرگتر از کارنت میره تو نکست میشینه. این تا پایین همینطوری میشه. چطور خیلی کاربرد داره، یعنی فقط این نیست که شما بفهمین کجا چی قایبه، خیلی کارهای دیگه میشه باش کرد. مثلا میشه از نظر جغرافیایی، مثلا بیان اینو یه مقدار ذهن رو ببریم بالاتر، شما میتوانید بگید که روی یه نقشه کجا یک توده ای از یه چیزی هست، مثلا کجا ترافیک سنگینه و اگر سنگینه متوسط سرعت توی اون بخش چقدره. مثلا چنین مسئله فکر کنیم، اینطوری میشه حلش کرد، خیلی هم ساده و شیک، چون شما دارید دیگه، دارید که سر تای قضیه رو دانین و کافیه که اونجا روش یه اوریجی بگیری، خیلی ساده. یا مثلا کارهای خیلی خفنی که میشه باش کرد اینه که شما بفهمین که چند توزیع یه بیماری رو میشه توی یه کشور اینطوری تشخیص داد، خیلی کار دیگه. ولی خب من الان فعلا بیخیال و فکر کنین اصلا به کاربردش دیوانه میشید، چون فوق العاده کاربردش زیاده، اینکه شما بتوانید یه سری چیزها رو به صورت جزیره جزیره ببینید و روش کار کنیم. حالا ما توی ویدیوی قبلی که داشتیم توضیح میدیم راجع به تکنیک، گفتیم هرچی که بالاتر از صفر بود برای ما مهمه. یه دفعه از شما میگین که نه، من رو همینا رو میرم دستور گروپ میزنم و روی اینا رو هم یه کارایی دارم، مثلا اونایی که اختلافشان انقدره. مثلا شما میخواین توی کل کشور بفهمین که مثلا کیا دارن، چه شرکت هایی دارن با اختلاف زیاد بین مدیر و کارگر مثلا حقوق میدن، اینا رو به راحتی میتوانید اینطوری در بیارید. یعنی نه احتیاج به تکنیک دیتا ساینس خاصی داره، نه هیچی، فقط یه مقدار اسکیل میخواد. خب ببینیم داریم چیکار کنیم. اولین یه مشتری که من دارم اینجا دو سری دارم، یعنی سری AC دارم و سری AB. من میخوام بگم که توی AB چیا قایده، مثلا 1 2 3 4 5 6، 5 هست، 6 نیست، 7 هست، بعد بکنیم روی میلیون رکورد دیگه. خب بیا یه سری رو باید از نوع چی بذارم برکر و بگم که سلکت کنه سری رو. مثلا من دارم در مورد A B صحبت می‌کنم. خب، من A B دارم صحبت می‌کنم و کاری که می‌خوام بکنم اینه که برم توی A B اختلاف رو پیدا کنم. خب، سری هست A B
حالا برای مهمه، من میخوام بگم که این بابا ایتی کاری نمیتونم بکنم، چون چرا نمیتونم کاری بکنم؟ ببینید من میگم سلکت کن این الان این همون ستون است، اوردر شده یعنی مرتب شده، یه سوتی ریزی ما اینجا داریم، صد بعد از ده افتاده و مطمئن باشین اگر 200 هم من بنویسم 200 میفته بعد از 20، درست؟ یعنی میفته بعد از قبل 21 میفته 200، به خاطر اینکه این الان اصلا به این ور این قضیه به چشم عدد نگاه نمیکنه، داره به ترتیب مقایسه میکنه میاد جلو میگه A B، خب این هم درسته، 1 1 0 0 بعد شده 0، عادتا از 2 کوچیکتره دیگه، حقم داره، یعنی داره درست حساب کتاب میکنه با خودش کاملا داره درست حساب میکنه. پس ما بعد اینا رو دو تیکه کنیم، ما اینطوری نمیتوانیم روی کار کنیم. پس من احتیاج دارم بگم چند رقم از این جدا کن بندازیم بر و اینا رو جدا کن از هم. چجوری بگم جدا کن؟ من اول باید بفهمم که این سری چند رقمه. خب شما الان چشمی میگه این دو رقمه، ولی خب من وقتی متغیر بذارم که کامپیوتر که چشم نداره، حالا کامپیوتر ویژن و اینا کار نداره، ولی چشم نداره که، این باید من یه منطقی پشتی داستان هم باشه. پس میگم برو دکلر کن و سلیکت کن، همچنین طول این سری رو هم حساب کن، خیلی نمیخوام باشه، خیلی عدد بزرگی نیست، نباید هم باشه، قاطعا من اینت بذارم، انقدر هم رقم ندارم. لنت رو چجوری حساب کنم؟ خیلی ساده، میگم لن در واقع سری، طول سری رو برو حساب کن و الان من مطمئنم که این داره اشتباه حساب میکنه. میگم چرا؟ یعنی شما انتظار دارین که الان این دو باشه، ولی انتظار دارین که این دو باشه، بریم ببینیم دو هست یا نه. یکه، کاملا اشتباه حساب کردیم دیگه، بخاطر اینکه شما ننوشتین که مکسیموم چند حرف رو میخواین اضافه کنیم. این رو نذاشتیم، اون رو رقم حساب کنیم. حالا من خواهم بگم این بارکد رو شما جدا کنیم، چیکار باید بکنم؟ باید بگم سمت چپ بارکد تا دو رقم، سمت راست بارکد به اندازه چقدر، اونم الان میریم پیدا کنیم. میگم left left بارکد و و و و و و left بارکد حساب کردیم تا چقدر؟ با اون دو رقمه، دو رقمه سری لنت دیگه، از سری اینه برو به عنوان سری بگی بیار، رفت آورد و و و چی و رایتش رو، رایت بارکد رو بره بیاره به چه اندازه ای؟ به اندازه طول خودش منهای دو رقمه، باید برگرده عقب. درسته دیگه، به اندازه طول خودش، یعنی به اندازه طول بارکد منهای سرمه از سریال، این هم سریال. پس اینا رو هم الان چیکار کردم؟ جدا کردم، کاملا جدا کردم. حالا اینو دیگه نمیخوام، ولی الان من نمیخوام که مثلا سری AC اینجا باشه، اینو نمیخوام که سری AC اینجا باشه، چیکار باید بکنم؟ باید بگم where barcode like سری، الان barcode like سری کار نمیکنه، باید بگم سری و بعدش هر چی که آمد اینجا قرار بگیره. الان من فقط A B رو دارم، یعنی قول میدم هیچ A C داخل این در واقع نیست، چون اون جدوله گفتم ما الان دستور next رو توی این نسخه اسکل نداریم، باید برم یه فکر بالش بکنم، باید بیام یه جدول دکلر کنم. بریم چی بگیم؟ ما سری رو دیگه کار نداریم، با سریال کار داریم که من گفتم این اسمش رو بذاریم current، ولی current هم اسم رزرو شده است، این نداره، current integer هم نیست، big int، حالا big int رو من نمیدونم میشناسه کاملا میشناسه. بعد current ما big int، next داریم که اونم big int به خاطر که یه رو هم اینجا not null، ولی این null، حالا میگم چرا null، بعد current و next که گرفتیم بعدش چی میخواییم؟ اختلافش دیگه، یعنی فاصلش، دیستنسش یا لاست، چه تعداد گم شده توش، این چه تعداد گم شده میتواند big int باشد، ولی من int میذارمش به خاطر اینکه واقعی نیست، از نظر فنی باید big int بذارم، در بدترین حالت، همیشه بدترین حالت و مزخرف‌ترین حالت رو باید در نظر گرفت.
خب سلکت کنم. این اینجا باید یادم باشه سمی کالن رو بزنم چون برنامه میخوام منتقل کنم جدی رسم شد. سلکت مثل یه جدول کاملا عادیه. start from processed. ببینید processed رو برام آورد. current next last. هیچی دیگه توش نیست. حالا این سلکتی که من دارم میزنم، ببین این رو من باید بیارم بالا و شما رو با دستور شیرین select into آشنا کنم. یعنی وقت into process اون دستور برای MySQL. خب میبینیم که الان همه چی آمد اینجا و داره درست کار میکنه. حالا من این رو insert کردم، همچی هم درست شد. باید بیام چکار کنم؟ باید بیام ستون next رو ردیفش کنم. چطوری رو اپدیت کنم؟ ببینید روش درستش اینه که شما بیاید اینجا و این رو بریزید توی یک حالت تمپی و اون رو جوینش کنید رو خودش. خب من الان همینجا که ریختم همین رو خودش دیگه جوین میزنم. در واقع میخوام دوباره از دستور insert into استفاده بکنم. از دستور insert into استفاده کنم و داریم میگم شیرون یا insert into اصلا process. خب و حالا بحث اینه که select parent رو از process و خب این الان دوباره میده و insert میکنه چیزی که من میخوام رو، یعنی من اگر این رو نال نال دادم این دوباره میده همون کاری که قبلا کرده بود رو تکرار میکنه و الان داکیتیت داره. من میخوام به جای این نال که یعنی ستون نکس همه، به جای ستون نکس هم بیام چیز دیگه بزن، بیام به جای ستون نکس هم بگم برو یه سلکت کوچیک اینجا بزن. یه راهشه. یه راه دیگه اینه که بیام اینو جوین کنم به خودش. بیام اینو جوین کنم به خودش به چه اسمی؟ سلکت کارنت فرام پروسس جوین بشه. بعد در واقع جوین خالی اوتر جوین، اوتر جوین چطوری هم هست؟ لفت اوتر جوین یعنی سمت چپ بزن، لفت اوتر جوین بزن ببینیم چه شد. لفت اوتر جوین بزنه لفت اوتر جوین خود پروسس کنیم رو چی؟ روی این حساب کرد کارنت باشد مثلا یه بزنیم از A، یه بزنیم از B، بگیم A dot current بزرگتر نه کوچکتر باشد از B dot current و select A dot current از current B dot current از next و در واقع چی؟ A و B رو من گرفتم آوردم و فاصله این دوتا رو از last، یعنی این منهای این از last. حالا این سرکین توش نکنم ببینم که این چطوری داره کار کنم. میبینیم که یک کارنت یک بعدی شده دو، کارنت دو بعدی شده سه و و و و یه فاجعه رخ داده به خاطری که این برداشته روی تک تک اونا رفته این جوینه رو زده. کار قشنگی نکردم، کار اصلا قشنگی نکردم، ولی خب لاست رو درست حساب کردم، مشخصه که لاست رو درست حساب کردم. می توانیم بگیم که یه گروپ روی این بره اجرا بشه، یه روش به هر حال این کار رو میشه کرد. گروپ بای current، گروپ بای a dot current طبق این گروپ بشه. در نتیجه بعد بگم مینیموم این رو بره بیاره به عنوان next و مینیموم بی رو بیاره به عنوان هرچی. خب یک بعدیش دو، دو بعدیش سه، سه بعدیش چهار، چهار بعدیش چیه؟ پنج بعدیش هفته، دو تا بینش نیست. خب و این رو من برم بگم که لاست یکی هم ازش کم بشه. حالا insert into process دش بکنم، این میره میریزه اونجا. ببین که یه سری ریکوردر ما نداریم. select start from این از c where c.last بزرگتر باشد از صفر شد هفتا. خیلی بهتر شد. حالا کاری که من باید بکنم اینه که بیام بگم delete کن from
processed. Where next is, where next is now. حالا select کن start from processed. ببینید چی شد؟ دقیقا خروجی که میخواستم گرفتم. یعنی اینه دارم، 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 اینه دارم. یعنی من میدارم که الان از عددی که شروع کردم تا عددی که تموم کردم چه عددهایی نیست. یعنی بین 5 تا 7 یکی نیست، بین 10 تا 12 یکی نیست، بین 13 تا 15 یکی نیست، بین 32 تا 167 تا نیست، بین 101 تا 111 9 تا نیست. دقیقا به چیزی که میخواستیم رسیدیم. لطفا اگر کاربردی از آیلندینگ دیدین، اگر تمرینی انجام دادین، برام بفرستید. اینجا نشانی وبسایت منه، با هم در ارتباط باشیم. این آدرس ایمیلمه. روی همین وبسایت شماره تلفن و مابقی راه‌های ارتباطی هم هست. نظری اگر دارین زیر همین پست بنویسید، سوالی اگر دارید در خدمتم جواب میدم و هستیم خدمت. فقط اینجا یه نکته بگم، اینجا به جای این گروه زشتی که زدیم میشد که کلن بیایم و این تیکه رو بیایم یه سلکت تاپ فلان اوردر بذاریم، خیلی شیک تر میشد. ولی خب این خیلی کلاسیک تره، روش کلاسیک تری برای حل کردنش و میشه کاری کرد که این گروه هم سبک تر باشه. شما در واقع اگر این کوئری رو بخوایم ببینیم که چه جوری داره ران میشه، یعنی اکزیکیوشن پلانش رو ببینید، میبینید که کجاها داره در واقع سختی میکشه. ببین سورته یک چیزیه که هزینه براش داره، این تیبل اسکنه و تیبل اسکنه هم اینجا سنگه. یعنی گروپ خیلی الان برای ما فعلا داستان نیست، این تیبل دیلیت کردنه برای ما داستان شده. و خب میشه مثلا اون دیلیتر رو هم نزد، یعنی دیلیتر رو هم انجام نزدم و بیام بگم که where این رو میخوام، where nextش not null باشه. ببینید من میتوانم بیام بهینه کنم چی موزید؟ دقت کنید الان اون حرکت سنگین رو هم دیگه ندارم، یعنی من با هزینه خیلی پایینی دارم این کار انجام میدم در حال حاضر. پس گروپ که نگرانش بودیم خیلی نگرانی نداره، در حالی که اگه اون سلکتر میزدیم ما اینجا دوباره چند تا اسکن داشتیم. باید دیگه ببینید، یعنی نسبت به کیس باید ببینید، روی دیتای سنگین باید تستش کنیم ببینید کدامش بهتر داره عمل میکنه. ولی خب مثلا اگر میشد یک کاری کرد که این و این انجام نشن که قطعا میشه، باید حوصله بذاریم، اونم یک راه خیلی 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 جذابی بود. یا اگر میشد یک کاری کرد که همه اینا بشه یه سلکت. اینا همه تمرینایی که میشه راجبش فکر کرد که من چطوری کل اینها رو تبدیل کنم به یک سلکت، و اگر بشه یه سلکت فوق العاده عالی میشه. مرسی و فعلا خدا نگهدار.